آقا من رفتم توی کانتنت بروزر و توی قسمت استاتیک مش زدم لایت، هر چی دلم خواست لایت دیدم ایشون داره استفاده کردم. اومدم لوستر گذاشتم، چه میدونم پایی گذاشتم، اینور چراغ رو دیوار گذاشتم، همه رو داره، شما میتونی بیاید استفاده کنین. اینا هاشش، اینو یه دونه اینجا گذاشتم، دو تا این چراغای حالت قدیمی اینجا گذاشتم، یه لوستر این بالا گذاشتم و چهار تا از این پای، دو تا از این پایه‌ها اینجا گذاشتم. بعد اینا رو خودمون بعدا میتونیم بسازیم ها، من فعلا ساخته اینا شو نگفتم. اینجا یه دونه گذاشتم، یه دونه اینجا گذاشتم. خب این حالت آن لیته، اگه لیت کنید ببین بازی واقعی اینه. الان اگه من بازی رو اجرا کنم چیه؟ اینه. این حالتی هستش که خودش در واقع به شما نور میده، یعنی الان من این رو بزنم اینه، اینه. خب نور نداره که، یه سری نورای خیلی کوچولو هستش که تو بازی دارید شما میبینیدش. چیکار باید بکنم؟ آقا تو این قسمت کانتنت بروزر رو که اجرا میکنید قسمتی داره به نام اکتور کلاس. ببین دنیاست اینجا، با اینه کسی بخواد کامل یاد بگیره یه پروژه بزنه. حالا ما مثلا میخوام تا آخر دورمون یه بازی بسازیم که حالا مواردش زیاد باشه. خب اگر بخوام حرفه‌ای کار بکنیم که خودش میگم یه دنیایی داره، چندین شاید چندین دوره کورس باید توش بذارید، اینه که اینا رو بشناسید اینا چیکار میکنه. ما میخوایم لایتش رو بشناسیم. لایتش قسمت دایرکت داره، قسمت پوینت داره، قسمت اسکای داره، اسکای برای خورشیده، اسپوتلایت داره و در واقع یوتا یا یو تی ای در واقع بحث پیک لایت رو داره. خب من بیام اینجا، بیام اینا رو میبینید، اینا که اینجا هستن. خب میخوام از این استفاده کنم. این یه نور مقطعیه که این پروژکتور میبینید داره نور مقطعی باز میکنه، میاد اینجوری. میام همه نورا رو با هم دیگه امتحان میکنیم ببینید، یعنی من قرار همه نورا رو امتحان کنم و شما ببینید. من روی این کلیک میکنم، کاری هم نمیکنم، میبندمش، کلیک راست میکنم، ببینید اینجا آوردش. خب میزنم ببینش، ببینید نورش چجوریه. میام این رو اینجوری میگیرم، بعد ببین به تمام جزئیات این نور پرداخته شده تو این بازی، تو این نرم افزار. میام اینجا اینو میگیرم میکشمش عقب. خب ببین سایه رو میخوام بگم که یعنی موس من لهه. خب به این صورت الان بیاریش پایین، ببین نور رو چجوری پخش میشه، ببری بالا به این صورت میارم پایین. حالا یکی میگه آقا خیلی نورش ضعیفه، کاملا موافقم. یا دوبار روش کلیک میکنی این صفحه باز میشه، یا مثل من F4 رو میزنی. این گزینه ریدیوس یا شعای نور، نگاه کن این دایره از شعای نور، نور به صورت دایره تو فیزیک پخش میشه، درسته؟ اگه من این رو در واقع زیادش بکنم، نگاه کن دایره نورشو میخوام یه ذره زیاد کنم. خب یه ذره زیاد کردم، میذارمش 256 اگه بذاره. خب این دایره نورش. حالا اگه اینو بکشمش پایین، خب ببینید سایه هم داره درست میکنم، ببرم بالا خب داره دایره نور کمتر میشه. من میخوام این ذره بکشمش بالا. گزینه ای داره اینجا به نام در واقع لایت، میتونی رنگش هم عوض بکنی. بیا برو رنگش این کن ببین، اصلا کارهای عجیب و غریب. بعد بحث های ایشون بهش میگن اوپاسیتی، ببین اوپاسیتیشو میشه کم و زیاد کرد، روشنایش، میزان روشنایشو کم و زیاد کن. و ادوانس داره، میتونی این RGB رد گرین بلو HSV کد هگز، یعنی حتی میتونی از فتوشاپ رنگ برداری کد هگزشو بیاری بذاری اینجا. اینا رو بعدا حالا با هم دیگه مقدار میتونیم صحبت بکنیم این کار رو میشه کرد. و اینا رو عوض کنم، مثلا من کد رنگ، حالا من نمی رو رنگ خودش بذارم، ولی بعدا اگه میخوام واقعا میخوام پروژه حرفه‌ای کار بکنی تو فتوشاپ مثلا کد هگز رو برداری بیاری بذاری اینجا که رنگ رو قرار. من میبرمش تو این مایه های رنگ زرد خوشم میاد، میبرمش تو این مایه. میبینید این رو میکشیدش پایین، این داره سایه درست میکنه، سایه رو میبینی؟
این کست شادو رو اگه برداری سایه رو برمی‌داره، ولی بذار سایه درست بشه. توی پروژه یه جاهایی من سایه نمیخوام، اینو میذارم اینجا باشه. بقیه مواردش ببینم چیزایی هستش که من احتیاج دارم یا نه. مود شادو میگه شادو میخواد رنگش چی باشه، مثلا تو شادو خب معمولا سیاه دیگه. چیزای دیگه هم باشه به موقعش در مورد صحبت بکن. اینو زدم، ببینید یه ببین چقدر نورش قشنگ الان افتاده اینجا. حالا همین رو اگر Alt X بگیرید، ببین این نور رو بنده اضافه کردم اینجاست. الان تو در واقع این قسمت رو به جلو برید، ببینید لامپ اینجاست. ببینید این لامپ اومده اینجا اضافه شد. حالا یکی به هم میگرده میگه من اینو میخوام کپی هم داشته باشم. اوکی، کپی هم میتونی داشته باشی و بیای چیکار کنی روش بزنی، چیکار کنی Alt رو بگیری دیگه، درسته؟ من نمیخوام این کار بکنم، خودم میخوام یه دونه دیگه بسازم. کلیک راست میای گزینه دوباره همین ایشون رو قرار میدی. این رو من میگیرم میارمش پایین، اینم میارم میذارم اینجا. شوهای نوریش کم هره، میام اینجا دوبار روش کلیک میکنیم روی در واقع لامپا. شوهای نوریش میذارم 256 بود، درسته؟ 256 مثلا. و این بحث در واقع برایتنسش، این چی میگن؟ آره روشنایشو در واقع میتونید ببین، میبینی داره روشنایشو کم و زیاد میکنه. میتونید در واقع این مقدار معمولا بین 2 تا 3 میذارن، طبق اون داکیومنتش که من میخوندم 1 تا 3 یا 2 تا 3 به این صورت در واقع بذاری. رنگش همین خوبه و میخوام که از شده هم داشته باشه. خوبه آقا. حالا که من میگم میگه آقا تو چرا اینقدر تاریک داری درست؟ اشکال نداره، بذار بازی میخوام حالت در واقع دارک داشته باشه. حالا میام اینجا میرم بعدی. آقا اینجا یه ذره خیلی تاریکه، من یه ذره گم میشم الان. میام اینجا، ولی میخوای بازی رو بسازی بعد تو همین حالت ها بسازی ها، حواست باشه که در واقع بدونی داره اینجا چه اتفاقی میفته. دوباره کلیک راست میکنی ایشون رو قرار میدی، اینو میاری اینجا، اینم میاری اینجا، F4 رو میزنی، اینم دوباره 256، اینم همون 2 باشه، رنگش خوبه دیگه، دست نزن میشه. اینم خوبه، اینم اینجا کلیک راست و ایشون هم همینطور. اینم هم میبرم بالا، F4 هم رو میزنم، 256 و رنگ و ایناش هم میتونه داله عوض بکنه و به این شکل. ببین قشنگ سایه ها رو دقت کن، هم این ور هم این ور سایه داره و پایین میتونینم بالا هم ببری که حالا بالا هم در واقع دیده بشه. حالا من به این شکل ساختم. آقا من این 4 تا نایه رو گذاشتم، دوست داشتم اینجوری بذارم. حالا اینجا میبینید زیاد آنچنان روشن نیست، برای این بذاریم. بریم تو این کانتنت بروزر رو درست بکنم، در واقع بزنم بیام تو این قسمت. یادتونه من دکمه ال رو میگرفتم و کلیک چپ میکردم، کلیک چپ میکردم و برام یه لامپ درست میکرد. این دایرکشنال هاست، میزنید اینجا. این دایرکشنال ها یه دونه دومین هم داره، یه دامیننت میگم دومین داره، یه دامیننت هم داره. این دامیننت رو آخر سر توی اسکای استفاده میکنیم، ولی این حالت این دایرکشنال لایتش رو من اینجا انتخاب میکنم و کلیک راست میکنم و میام اینجا این رو قرارش میدم. اینو به این صورت داشتیم. خب اینو من میذارم روش، اگه اشتباه نکنم این لامپ اینه دیگه. آره اینو میگیرم میکشمش این ور و به این صورت بریم رو به جلو. خب خیلی روشن کرد، میبینی اصلا شب و روز و چیز کرد. و اینو یه Alt X من میگیرم و این اینجاست دقیقا چیزی که هستش و میام و اینجا کل پروژه همون رو روشن کرد، خیلی نور داد بهمون. و F4 رو میزنم
میتونم رنگش رو عوض بکنم، حالا بیارم تو اون مواردی که دلم میخواد. من به این سمت بیشتر ببرمش، به این شکل باشه بهتره. این برایتشه، در واقع من این رو میکنم 0.25، میبینید در واقع نورش رو کمتر کرد و تریس دینستنسش هم میذارم مثلا 100 و کسکش شدوش و ایناش هم دستکاری نمی کنیم و لایتنسش هم همین حالت میشه. یکی از لامپایی هستش که در واقع شما میتونید میبینید بیاد اینجا استفاده بکنید و این رو من رو به جلو که برم دیگه حالا این شعاع نوریش رو هم میبینید به چه صورت هستش. این یه دونه، من این رو الان پاکش میکنم که کمپلت تو صفحه نباشه. یه حال میخواستم فقط در موردش صحبت بکنم. میریم کانتنت بروزر بعدی، ایشون این لایت تاگل رو میتونید بزنید، این دامیننت دایرکشنال لایت رو هم میتونید بزنید. من این دامیننت رو میزنم و کلیک راست میکنم و دامیننت رو میزنم، اینجا نگهش میدارم. خب میام و F4 رو میزنم و رنگش رو هم به این صورت انتخاب میکنم و این ازش شعاع نوریش رو بیشتر میکنم که اگه نورم میخواست به من بده بده. خب انگار ایشون نورمور نداره. ببینم نور داره اصلا یا نه. خب نه، این انگار اصلا وظیفش نوردهی نیست. نه نور نداره ایشون. من دیلیتم رو میزنم میام روی این قسمت. این موو در واقع این دامیننته که اینجا هستش، ببین اینا رو دامیننت ها رو باید کنار اسکای استفاده بکنی، کنار در واقع خورشید لایت، کنار اسکای لایتس که داریم بعد این دوتا دامیننت ها رو کنار اون استفاده بکنیم. حالا این رو بعد من تو اینجا استفاده میکردم، به اشتباه اومدم گفتم اینجا استفاده کنم. پس این دایرکشناله میتونید استفاده بکنید. تاگلش رو هم بیام اینجا استفاده بکنم. اینم تاگلش به این شکله، اینا به این حالتن دیگه. حالا مواردی که هسته شما میتونید بیاید اینجا بزنید و حالا اون مقدارش رو مثلا اون نوردهیش رو تو فضا ببینید به چه صورت هستش و بیاید مثلا به این رنگ ها هم ببرینش و الان نگاه بکنید پروژه من اصلا کمپلت همه دیواراش روشنه و اگر اسپیس رو هم بزنید ببین میبینید میتونید نقطه ای آره تابش رو عوض بکنید. الان نگاه کنید دیوارای من کمپلت این سمت همه روشن شد و اینو من بگیرمش بکشمش بالا. حالا اگه مثلا اینوری بچرخونم، اگه موسمم بیاد طبیعتا باید اینا روشن بشن. خب منم واقعیت نمیخوام ازش استفاده بکنم، اینا رو بعدم میگم توی چیز استفاده میکنیم، توی اسکای به دردم نمیخوره و چون مقطعی میخواد روی جایی که دلش بخواد بیاد برای من بندازه، مثلا رو دیوار بندازه، رو دیوار این و یا دیوار اون و من میخوام ببرمش روی اینکه اون مقطع روشن بکنه. خب پس این دایرکشنال ها رو تو ذهنتون داشته باشید، اسکای رو همینطور. این پوینت لایت چیه؟ یه دونه گزینه دامیننس باز داریم پوینت لایت، یه دونه پوینت لایت داریم و اینم به این حالت پوینت ها رو ببینم. این پوینت لایت رو من انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و این اد پوینت لایت رو اینجا اضافه میکنم. خب اینو میبینید، این شبیه به همون الاس که میگرفتیم. خب من میام اینجا و سایرم دقت بکنم ببین چقدر این دقیق براتون سایه هم درست بکنم. خب من میام این رو میچرخم، من حوصله کنید بچرخید دیگه، میام این رو قشنگ میچسبونم به این. بعد نگاه کن سایه این چیزه رو، در واقع این مقادیر رو شما دارید در واقع سایه درست میکنید و نگاه کن اطراف یه لامپ دقیقا میتونه رو دیواراش رو روشن بکنه دیگه. این اتفاق هست و من میام یه F4 میزنم، یکه 1024 من میخوام اینو بکنمش 512. ببین شعاع نوریش کمتر میشه، رنگش هم میخوام ببرم توی حالت زرد و به این صورت
نه من صوتی منه 512 زر اوکی رو نمیزنم. اوکی رو بزنید که این از بین نره. خب الان میام اینجا میبینی این شعای نوریشو داره بهت نشون میده. خب آی نورپردازی مهمه تو بازی ها، ما تو بازی به نکات باید دقت، منم نکاتشو تا اونجایی که داکیومنتشو خوندم بهتون میگم، ولی خب نکته زیاد داره، اصلا شک نکن منم روش تسلط آنچنانی که فکر میکنی دارم تا یه حدی. نه دیگه حالا خیلی مواردش رو دیگه یه سری چیزاش میشه برنامه نویسی تو دوره ما نمیگنجه. بریم اینا رو درست بکنیم تو فیلم بعدی.